به نام خداوندی که خورشید و ماه را آفرید. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما بینده های خوب برنامه امشب. امیدوارستم همیتان جور و صحت و سلامت باشین، خوب باشین، آلتان خوب باشه و لباس و عافیت به تن داشته باشین. خوشحال هستیم که امشب هم در یکی دیگر از برنامه های امشب با شما هستیم و همه تیم تلاش داره که بهترین ها را مثل همیشه تقدیمتان کنه. من که تنها نیستم، همکار بسیار خوبم جناب استاد کاظمی با ما است در برنامه. در کنارش مهمونای خوب هم دعوت کردیم که امشب هم در رابطه به یکی دیگر از موضوعاتی که واقعا در جامعه ما زیاد به چشم میخوره و نیاز به صحبت کردن داره صحبت کنیم و داشته های خوب را تقدیم شما عزیزان کنیم. عوام که خب سرد شده، مراقب صحتتان باشین، خدای نخواسته بیمار نشین، چون این عرف ما شاید تکراری شده باشه اما تکرار حسن است، یک موردی که واقعا در این شب روز همه ما باید متوجه باشیم و توجه بیشتر و بیشتر بهش داشته باشیم. همیشه وقت همه ما این تیم بزرگ کار میکنه که بهترین ها رو تقدیم شما عزیزان کنه. امشب در برنامه ما یک بخش فوق العاده عالی داریم، بخشی است که ما به سوالات میپردازیم که در ذهن شما عزیزان است و دقیقا شما منتظر هستین که مهمانای ما در زندگی شخصی خودشان چی داره. دقیقا سوالاتی که به ذهن شما است ما در بخش جدید برنامه ما از مهمانای ما میپرسیم، اما اسمی بخش براتان نمیگم. خوب است که در لابلای برنامه معرفی کنیم و همه با هم ببینیم که کدام بخش است، اما منتظر باشین، یک بخش فوق العاده عالی است. خب به هر صورتش خوب است که بریم ابتدا به سطح شهر ببینیم که هموطنان نازنین ما چه صحبتهایی داشتن. دوباره برمیگردیم و در رابطه با موضوعی که امشب ما انتخاب کردیم زیاد صحبت میکنیم. میرویس هستیم و در سرک پانجه و زرک برخان کلیت زینه کنیم. وقت ارزش زیاد داره، باید از این وقت استفاده کنیم، بی جای استفاده باید نکنیم. انسان ها میتونن فهمیده که امرای وقت الماس چی که فهمیده دنیا را به دست بیارن، اما الماس ها بتی یک دقیقه وقت پس به دست آورده میتونی؟ نمیتونی. وقت نمی همور خودش وقت است، یک رفت دیگه پس نمی ها نمی وقت کس نمی خودش یک عمر است، عمر تیر شد رفت نمی وقت. چرا لچه بلن اخو کلگی ما مشناسیم که میگن میگه اگه انسان ارزش وقت بفهمه حتی بوتای بندگدار نمی پوشه. طلا خو میتونی خریده، اگه وقت ضایع شو بیفایده، ولی دیگه پس وقت آمده نمیشه. خداوند یک سوال را که در دنیا از پیش ما میکنه که این وقت را که ما بر تو داده بودم تو چی کردی؟ وقت به یک چیز گرانبها است که هزارها لک تریلیون ها دلار بتیش پس وقت که از برت یک دقیقه پس دور داده نمیتونه، گرفته نمیتونه وقتشه. دوباره برگشتیم، ادامه برنامه است. بله، دیدیم نظریات هموطنان عزیز ما را که در رابطه با ارزش وقت یا وقت شناسی صحبت‌های خوبشان را با ما شریک ساخته بودند و ما تشکر می‌کنم از تمامشان که امین لحظه امشب بیننده برنامه هستند. بله، موضوع امشب برنامه ما وقت شناسی است و وقت شناس بودن نه تنها باعث میشه که در زندگی روزمره و برنامه‌ریزی منظم و شخصی خود ما عملکرد بهتر داشته باشیم، بلکه جایگاه ما را نزد دوستان ما، اطرافیان ما، خانواده ما میتونه برجسته و خوبتر کنه. بعضی از افراد در زندگی هستند که خودشان برای خودشان واقعا یک برنامه‌ریزی دارن، اما در کنار از این اگر وقت شناس نباشن با وقتشان اهمیت نتن، مطمئنن که نمیتونن به موفقیت برسن. ما امیدوار هستم همه ما وقت شناس باشیم. هر زمانی که با دوست ما، با یک همکار ما یا یکی از اعضای خانواده ما وعده ملاقات میگذاریم، کوشش کنیم که دیر که نرسیم و نرسیم 5 دقیقه زودتر برسیم. واقعا این کار ما باعث میشه که ما هم بر خودمون ارزش قائل باشیم هم به طرف مقابل ما. اما بعض اوقات مطمئنا همیتان در زندگی تجربه کردین، اگر یک وعده داریم، یک وعده ملاقات داریم با دوست ما، همکار ما، شاید هم اعضای خانواده ما، اگر زودتر رسیدیم ناراحت شدیم، خشمگین شدیم و زیادی انتظار ماندیم که حالت یک حالت خیلی بد است. و من امیدوار هستم همه ما به وقت ما، به لحظه لحظه زندگی ما ارزش قائل باشیم. امشب بیشتر میپردازیم به چیستی و چراهای این موضوع و امیدوار هستم پای تلویزیون هایتان باشین تا ساعت 10 و از داشته های امشب برنامه ما لذت ببرید. بریم وقفه رو با هم ببینیم، زود زود برمیگردیم در ادامه برنامه امشب. ما رو تنها نگذارید. وقفه.
خیلی زیاد خوش آمدید، همچنان در خدمت شما هستیم و تشکر میکنیم از حامی مالی برنامه. اگر میخواهید ذهن هوشمند، فکر توانمند و زندگی صحتمند داشته باشید، پس انرژی قوی، صحی و نفیس پارتی را فراموش نکنید. در لحظه مهماندار هستیم برادر عزیزم استاد جمشید رسا، متخصص اعصاب و روان. با کمال افتخار ما دعوت میکنم تشریف. السلام علیکم سید. سلام. وقت شما بخیر. سلامت باشین. خیلی زیاد خوش اومدید. کامرهای ما در اختیار شماست جناب دکتر صاحب. سلام و مقدمه و صحبت های مقدماتی. شما زنده باشین. به نام خداوند پاک و مهربان آرزو دارم که هموطنای ما جور و سعادتمند باشن. سلام و احترام فراوان تقدیمشان باد. سلامت باشید جناب دکتر صاحب. ما در رابطه با وقت و ارزش وقت میخوایم صحبت بکنیم که خیلی ها اگر برگردیم به مسائل قدیمی وقت را گفتن طلاست. آیا وقت واقعا طلاست؟ در قسمت تعریف اول شما میفهمین زمان یک پدیده بسیار پیچیده هم از نظر فیزیکی هم از نظر فلسفی است. در فیزیک تعریفی که میکنن زمان نشانه از تغییرات ماده است. ما گذشت زمان از تغییرات پیرامون خود میتونیم بفهمیم و همچنان شما میفهمین انسان با سه پدیده در زندگی خود روبروست. ما می کل زندگی ما ارتباط یا با اشیاست یا با اشخاص است یا با وقت است. هر انسانی که بتانه این سه موضوع را درست مدیریت کنه زندگی را برده. و گفته میشه در بین از سه پدیده مهمترینش زمان است. زمان وقتی میگیم یک کلمه تنها نیست، از عمر خود صحبت میکنیم، از زندگی صحبت میکنیم. به می خاطر مدیریت درست زمان مساویست با موفقیت. هر کس میخواد موفق شود باید مدیریت زمان داشته باشه، بدونش امکان نداره. خوشبختی مساویست با مدیریت زمان. هیچ آدمی خوشبخت شده نمیتونه مگر که زمان درست مدیریت و حتی سلامت روانی ارتباط داره با مدیریت زمان. دقیق. در مشکلات روانی یک چیزی که شما میبینین به هم ریختن زمان است پیش شخص هستن. و در مورد زمان میشه بگویم که بعضی واقعیت‌ها را باید بفهمه. اولی که گذشت زمان در کودکی کند است. پیش کودک تقریبا ده برابر بزرگسال زمان کند میگذره. به همین خاطر میگن که 20 سال اول زندگی معادل 60 سال دوم است. یعنی اگر شما 20 ساله شدیم بفهمین زندگی نیم شد دیگه، به خاطری که آنقدر کند گذشته این 60 سال با نموس سرعت میگذره. شما مثلا یک دفعه کودکی را بیادتان بیارین، منتظر میشتیم روزی اید بیا نوروز بیا، نمیشد. آها. نمیرسید. اما این روز تا شور میخورید، رمضان آمد، اید قربان آمد، الله روز آمد، زود میگذره زمان. و همچنان گفته میشه که سرعت زمان در جوامع کشاورزی کند است، اما در صنعتی زیاد است. مثلا گفته میشه کسایی که در دهات زندگی میکنن اگر 50 سال زنده هستن به اندازه 100 سال عمر کرده. چرا فرض مثال اینا زمستان شده لاندیا را کشتن و زیر صندلی هستن و فصل است تا که زمستان خلاص شد. اما کسایی که در جامعه صنعتی و در شهرها سرعت زندگیشون زیاد است، اگر 100 سال زنده باشن به اندازه 50 سال گذشته. مثلا حالا که 9 بجه شد حالا به دوله زود زمان اسمش مطیر میشه. جناب دکتر و گفته میشه که رام نشده ترین قسمت زندگی انسان زمان است که هیچ ایرتانوز انسان رام کرده نتانسته. و تنها یک چیزی که بسیار مزدار است در زمان که خوشبختانه برای کلگی یکسان رسیده در دیگه قسمت های تونیست. مثلا زورمندا موترهای شسیا داره، بلند منزلا داره، در نخل دبی خانه داره، در ترکیه داره. اما با چیزی با که تقسیم مساوی شده زمان است. اینمی 24 ساعت زمان است که کی از این میتونه خوب درست استفاده کنه. جناب دکتر صاحب، حالا چی باید بکنیم؟ ما پیشتر گفتیم که وقت واقعا طلا هست یا نیست، چون در ضرب المثل ها ما زیاد داریم. حالا چی باید بکنیم که این طلای معنوی زندگی خود را درست مدیریت بکنیم و درست ازش استفاده بکنیم؟ در قسمت تعریف مدیریت گفته میشه مدیریت یکی از تعریف های درست، بیشترین استفاده از کمترین امکانات یا موثرترین استفاده از امکاناتی که ما و شما داریم. وقتی میشه مدیریت زمان، یعنی موثرترین استفاده از زمان. بعضی ها میگه که شما زمان مدیریت نمیتونین، خود و کارتان مدیریت کنین، زمان خود در حال گذر هست. فقط چند تا هدایت برای دوستا دارم که میتونه کمکشان کنه. اولین اصلی است که ما بپذیریم امروز مساوی به فرداست، کار امروز مساوی به کار فرداست، لذت امروز مساوی به لذت فردا، رنج فردا جناب دکتر صاحب که بعضیا از قدیم گفته شده، بازم یک مسئله است که کار امروز را به فردا نسپار. بله. به خاطر که مساوی است، الان میتونیم که یک بهانه پیدا بکنیم کار بگذاریم. گپی است که آینه می کار نکنیم که ما فکر کنیم بیا امروز لذت برم باز رنج فردا میکشیم. نه،
لذت امروز هم امروز میبریم، رنج شام کار سخت شام امروز خلاص میکنیم، به تاخیر نمیندازیم، حتی اگر قرار است به تاخیر بندازیم لذت باید بندازیم، رنج خلاص کنیم که شب به خاطر راحت خواب ما بره. تا گفته میشه وقتی شما صبح بیدار میشین اما امو کارهایی که سخت است امونها رو خلاص کنیم که شما راحت شوین. یک دومین موضوع رو یاد بگیریم که ما باید در وقتی که میخواهیم از مدیریت زمان گپ بزنیم زمان هر کار خود بفهمیم، که متاسفانه بعضی ما در این قسمت مشکل داریم. دقیق. چی معنا پیش از شروع هر کار یک دفعه ساعت سعی کنیم، بعدش مثلا میریم امام ساعت خود سعی کنیم، پس میبریم ببینیم چند دقیقه گرفت، آماده میشیم به وظیفه آمدن ببینیم هر کار. در این صورت ما ذهن ما با زمان آشنا میشه. در غیر از او بعضی دوستان شما دی میگی بیا می 5 دقیقه منتظر باشی یک امام کنه میایم، یک ساعت زمان. بله. نمیخواد دروغ بگه، خودش هم نمیفهمه که امام کردن زیادم یک ساعت میگیره زمان. دقیق. هر کار خود کار قطعا به تعویق نندازیم. هم تو گفته میشه در تاخیر آفات است، اونمو گپ دقیق است که ما قرار نیست کار به تاخیر بندازیم، و به خاطر از اینکه از زمان خوب استفاده شوه کارها رو نظر به زمان به 4 گروه تقسیم میکنن. اول کار مهم و فوری است، هم مهم است هم همی لحظه باید شد. مثلا یک کسی ضعف کرده نمیشه بگیم صبح اولش میگیرم، همون لحظه باید رسیدگی کنیم، یا یک گوشه خانه آتش سوزی صورت میگیره نمیشه بگیم صبح خاموش میکنم، همی لحظه ایره به نام کارهای ایمرجنسی یاد میکنن. دوم کار مهم است اما غیر فوری است، مثلا ورزش کردن مهم است اما فوری نیست که اگه یک روز ورزش نکنیم چربی های بدن ما سر کنه، یا دندان خود اگه یک روز برس نکرده باشه 32 دندان صبح بریزه. آها. یا اگه امشب درس نخوندیم صبح دیگه میتونه نه، این مهم است. ولی نکنین که باش تو که چون دندان های ما نمیریزه که سرش گب میزنیم، گب جور نکنین ولی از خدا فقط مهم ده. مهم و فوری. سوم غیر مهم ولی فوری، هیچ مهم نیست ولی مجبور هستیم. مثلا زنگت دروازه زنگ میزنه، میری واز میکنی بچه هم سلام کاکا خوب هستی جان جور است کاکا برقای شما از بله بچه هم از ما نبود کاکا اول گرفتم، یا میگودی پرانم دبرنده تا نفتی دبته، یا این زنگ های تلفون بله بفرماین کیستی نشناختی نه نخیه نه ناجوان نمیشناسی، گفتم که تو وظیفه بگیری ما را نمیشناسی پوک شدی، هیچ نیم ساعت تا ضایع میکنه ولی هیچ نوع اهمیتی در این کار وجود نداره. و چهارمش غیر مهم و غیر فوری است، نه مهم است نه فوری. مثلا ساعت ها دهن ما باز نشستیم تلویزیون میبینیم یا دینیم تلفون خود مصروف هستیم که نه اهمیت داره و نه فوری است. اینالی در این دو خانه خو انسان بسیار احمق و ابله و نادان باشه اگه زندگی کنه، که در غیر مهم فوری و غیر مهم غیر فوری این جای آدم های سالم نیست. هر کس در اینجا باشه بدبخت میشه، هر کس در اینجا باشه خود به خود کاراش ایمرجنسی میشه از پیشش. آدم سالم در کجا زندگی میکنه؟ در خانه دوم، در مهم غیر فوری، یعنی کارهای مهم از زمانی انجام میده که فوری نشده باشه. مثلا ورزش خودم منظم میکنیم، هرچند فوری نیست، اگر نکنیم چی گپ میشه؟ باز پیش دکتر میریم میگه دیگه شکر گرفتی تا این دیگه ایمرجنسی شد. دندان خود هر روز باید برس کنیم، اگر نکردیم بعد از یک چند وقت دیگه این دندان اینه قپوندیده مجبور ما میسازه پیش دکتر بریم. یا یادداشت برداری چقدر مهم است در بله مدیریت زبان؟ بسیار مهم است، داشتن یک تقسیم اوقات بسیار اهمیت داره، یک جزء مدیریت زمان است. به صورت کل در یک زندگی عادی و معمولی و نرمال گفته میشه شما زندگیتون به 3 تا 8 تقسیم کنین، 888 نامشه میمونن، 8 ساعت کار، 8 ساعت تفریح، 8 ساعت خواب. ما و شمایی که زندگی ما اتو به استاندارد برابر نیست، کمیت و کیفیت زندگی مشکلات خود داره، میشه از این 8 ساعت تفریح یک مقدارش زیادتر بر اضافه کاری ها و اینا داشته باشیم و 8 ساعت بر استراحت داشته باشیم. تقسیمات که کنیم، یادداشت بگیریم، اصلا بسیار مهم است. هر قدر حافظه قوی هم اگه دوستا داره، هر قدر هم باهوش هستن، خوب است کارهای مهم خود پیش خود یادداشت کنن اصلا، و کارهای مهم اول انجام بدن. بله صبح اگر صبح ما یک ساعت وقت‌تر از دیگه کده بیدار شیم، فکر کنین در یک ما یک روز اضافه تر داریم از دیگر را کرده. درست. و 4 تا 15 دقیقه هم ورزش میشه، هم عبادت ما میشه، هم تفکر میتونیم، هم تقسیم اوقات جور میتونیم، هم از فضای صبح استفاده میکنیم، هم کامروا میباشیم. سلامت باشین. گفته میشه مخص با سوده برنا که اندر نوبت پیری به حسرت یاد خواهی کرد ایام جوانی را. و در دنیا از عمر ما پرسان میشه از پیش ما، مخصوصا دوری جوانی که شما از چی استفاده کرد؟ دقیقاً. بله، او شعر دیگر رو با اجازه تان که میگه خواهش میکنم. آنچه ندارد عوض ای هوشیار، عمر عزیز است غنیمت شمار. غنیمت شمار، عمر عزیز است غنیمت شمار.
دکتر صاحب، خیلی از دوستا، خیلی از مهمان ها گله میکنن، شما میگین مهمان برنامه، مهمان برنامه، و یک پذیرایی خیلی کوچک هم نمیکنین. ما یک بخشی را به خاطر همین گله و گله گذاری هایی که دوستان داشتن با حضور شما، اولین برنامه خود و اولین آیتمی که قرار است اضافه شود، بخش خودمانی ماست. تشریف بیارین با این گله خودی دوستان. سلامت باشین، خیلی خوش آمدین. و مواد خوراکه، مواد خوراکه و مواد چایاکه. شما زنده باشید. زنده باشید. سلامت. بخش خودمانی گفتیم و قرار است که صحبت‌های خیلی خیلی خودمانی هم داشته باشیم. ما پیشتر از مهمانی هم گفتیم جناب دکتر صاحب. تشکر بسیار زیاد. باز نگوین که برای ما چای هم ندادن. بزرگواری میکنید. سلامت باشین. خب همین که فرصتی می باشه در خدمت هموطنا باشیم، چای هم است، نان هم است، همه چیز است. یقینا. جناب دکتر صاحب، مطمئنن شاید خیلی از برنامه حضور داشتین و از شما در رابطه با خودتان پرسان شده، ولی خیلی ها هم شاید دوست داشته باشن که از طریق برنامه امشب بدانن که دکتر جمشید رسا کی هست. یک آدم وطن دوست، آفرین. مردم دوست، آفرین. خدمتگزار جامعه و عاشق مردم خود. عاشق مردم خود. آرزوی قلبی شمیست که مردم ما دانا، آگاه، آرام، وطن آباد داشته باشه. درست. و ازدواج کردی نت؟ بله سه. بله. چند تا فرزند داری؟ دو تا یک دخترک های ناز قندول. ماشاءالله. که ماشاءالله. بسیار دخترای لایق، نازنین. که مثل پدرشون دیگه. والله از مکه به مراتب خوب است. چایم بگیرم. به مراتب خوب است. ناروی جان و استی جان دیگه بسیار نام خدا دخترای زحمتکش. و چند ساله هستن؟ کدامشون کلان است؟ یکیش آروی جان 6 ساله. آروی؟ به آروی بله. و استی جان 5 ساله. آروی معنایش چی میشه؟ چطور شد که اصلا آروی را انتخاب کردی؟ آروی را نامش هم مادرشون انتخاب کرد. همی پیامبر بزرگوار ما به خیالم نامش آروی بوده یا از حضرت عثمان نامش. یکی از پیامبران بنی اسرائیل هست. بله. خب. بله بله. دیگه بس مام خوشم آمد یک نامه. و هستی هم که هستی. هستی جان دیگه من نامش انتخاب کردم، گفتیم این هستی پدر خود. بسیار خوب، بسیار خوب. و صنف چند هستن اینا؟ صنف اول هستن. اردوگکشان صنف اول است. اردوشان صنف اول است؟ هم صنفی است. یعنی دوگانگی است؟ نه یک سال یک فرق دارن، خو اردوش دیگه دمو یک سم درس میخوانه. خب بسیار خوب، بسیار خوب، بسیار خوب. دیگه کدامش احساس میکنی که بیشتر در مسیر خودت با همو روانشناختی و روانپزشکی و متخصص روان بودن و اینا بیشتر فکر میکنی که ادامه دهنده راه خودت است؟ زیاد فکر میکنم شاید آروی، اما کلانتر هم هست. چیزی که فکر میکنم اما خورترکی های خودم یادم میاد، اما عادت ها و ایناش. خب خورترکی های خودتان هم خیلی دوست دارن که بدانه که دکتر صاحب جمشید رسا در خورترکی چی دست گل های با آب داد. آدم عاجز بودم. خب به هیچ بی ضرر و اما ما یک شاهد داریم، یک دوست مشترک داریم، دکتر صاحب اسدی، یادشان بخیر، دکتر صاحب افغان، دکتر صاحب علوی. زیاد دوستای ما مشترک هستند. زیاد دوستای مشترک داریم. خیرشان به تمام رشان. یکان دفعه میگه بسیار شوخ بودیم. نه مذاق و خنده زیاد میکنم. من بدون هیچ روز زندگیم نشده که بدون خنده و مذاق بگذره. و نمیفهمم جمله است، شاید از چارلی چاپلین باشه یا هر کسی باشه، میگه روزی که بدون خنده گذشته او را شامل عمرتان نگیرین. دیگه در بین دوستا در صنف ما همیشه مر شاگردا که میبینه علی پرودوسر برنامه میگه ما سالهای قبل شاگردتان بوده. متاسفانه هر جا میره مردم تخصص داره سن سال کلان، میگه من شاگرد بودم. میگم نکوید نگو. نه این گپ نشان دهنده از یه سوال ما پرسان کن چند ساله هستین. اینو که تو میگه به خاطر از کسی اومده از من که قدش بلند میگه من در قنداق بودم برنامه ایت گوش میکردم. به خاطر از اینکه تهیه کننده برنامه میال تقریبا 74 ساله است. اینو شما تصور کنین شما میگن شاگرد شما بوده. بله دیگه مذاق خنده دستان فهم میکنم شاگردامون هم کسایی را که میبینم متخصی میگه سرم درس داشتیم. میگم چی درس داشتیم؟ میگه درس یادم نیست فلانه فکایی ها را دستان میگفتیم. بهترین دوستایتان ما خود نامم بردیم، دکتر صاحب زیبولای اسدی، دکتر صاحب علوی، دکتر صاحب بیران، امید افغان، که همه دوستای مشترک ما و شما بودن. بله یک دوست عزیز نازنین دیگه دارم، یوسف یادگاری استاد. بله بله بله. پانتونی تی بی کامل. امروی کدامشان احساس راحتی کردین بیشتر؟ والا امروی کلیگی من راحت هستم.
ما شوخته بستم پشت ما دقام میشن در یک جایی که بشینن عتمی زنگ میزنن. بعضی وقتا میگم کار ماینه خانه را نیمه بان مریضا را حضور میکنن که یادم ایلا بده که بیایه دیگه. ما هم رای همگی راحت هستم، بد نیست. و چند سال شد که تقریبا روی مسائل روانی و روانشناختی کار میکنیم؟ زیاد شد، تقریبا شاید 15-20 سال میشه دیگه. 15 یا 20 سال. من تقریبا عمر خلاص شده. خیلی جالب بود جناب دکتر صاحب، اولین باری که ما و شما حداقل دیدیم، من مراجعه کرده بودم به یک دواخانه و اونجا صحبت میکردم. خب او زمانم من قبل از اون برنامه مختلفی را کار میکردم. جالب بود، یک صدا برای ما آشنا بود و صدای شما بود. باز سرآغاز دوستی ما بیشتر از اونجا شروع شد. بله بله. یادتان هست نمیفهم یا نه؟ و جالب است که او نمیگم حالا تبلیغات نشه ولی همنام ما بود و دواخانه. خیلی خوب، سلامت باشین، تشکر جناب دکتر صاحب. امیدوار هستم که بیننده‌های عزیز هم این بخش حداقل از این بعد بیشتر دنبال بکنن. بخش خیلی خودمانی هست، چای می نوشیم و خیلی دوستانه و رفیقانه از خود شخصیت ها بیشتر، جدای از اینکه در بحث ما مواردی را مطرح میکنیم، ولی خیلی خودمانی در این بخش حتما در خدمت شما خواهیم بود. خیلی سپاسگزارم. زنده باشید. تشکر. وقفه کوتاهی داریم، برمیگردیم، با ما همراه باشید. چای می خوریم. خیلی خوش آمدید، همچنان با برنامه امشب در خدمت شما هستیم. در بخش چیگپای امشب در رابطه با مدیریت زمان بیشتر میخوایم که صحبت بکنیم و این مدیریت زمان چقدر میتونه در زندگی ما اهمیت داشته باشه. نکاتی را یادداشت کردیم به خصوص روش های مدیریت زمان که خیلی خیلی برای ما و شما باید اهمیت داشته باشه. من چند هفت نکته را در حقیقت، چون عدد هفت بسیار علاقه‌مند هستم، از نوشته برایان تریسی که در کتاب خودش آورده و روش های بسیار خوبی را برای مدیریت بهتر زمان یادداشت کرده خدمت شما میگم. یک، بهتر است که برنامه هایتان را بنویسید. وقتی که ما شما برنامه های خود را نوشته میکنیم، بر اساس همون نوشته یا آجندایی که برای خود ترسیم میکنیم، خط سیر ما مشخص است و برنامه های ما وقتی که یادداشت میشه هیچگاه از ذهن ما پاک نخواهد شد. به این خاطر که اگر از ذهن ما پاک شود، مطمئنا در یک جایی ما او را نوشته کردیم و او را انجامش میدیم. دو، برنامه های هر روز از قبل ما مشخص بکنیم. مدیریت زمان این شاخصه ها را باید داشته باشه. برنامه های خود را از قبل باید برنامه ریزی بکنیم که خدای نکرده اطور نشود که زمان از پیش ما بره و او کار هم به عبارتی فوت شود. سوم، نتایج را در نظر بگیریم و روی مهمترین اولویت ها متمرکز باشیم. گاهی وقتا ما بین اهم و مهم، بین اول و دوم و سوم تفکیک قائل نمیشیم. شاید کاری را که میتونیم فردا انجام بدیم یا پس فردا انجام بدیم، او را کوشش میکنیم که امروز و همین لحظه انجام بدیم. شاید موفق باشیم ولی مدیریت زمان را درست انجام ندادیم. پس بهتر است که روی اولویت ها متمرکز باشیم. چهار، کارها را به ترتیب اهمیت بر اساس حروف الفبا، چیزی که برایان تریسی در کتاب خودش نوشته میکنه. اگر الف ب ت به می شکل میریم، اولویت ها و کارهای مهمی را که باید انجام بدیم بر اساس طبقه بندی از مهمترین هایش و سختترین هایش شروع بکنیم. یقینا وقتی که ما از سختترین شروع میکنیم، فرصت هایی را برای ما پیش میاره که بتونیم خوب مدیریت بکنیم زمان را و کارهای مهمتر را انجام بدیم. یقینا وقتی که کارهای مهم انجام میشه، کارهای ساده تر بعد از او راحت تر میتونه که انجام شود. پنج، کارها را یکی یکی انجام بدین. سعی کنین هر کاری را به وقت و در زمان و جای مناسب خودش انجام شود. شش، اول سختترین کارها را، قسمی که پیشتر خدمتون گفتم، این نظر و دیدگاه برایان تریسی است که میگه اول سختترین کارها را انجام بدین. هر روز صبح سختترین کارها را به عنوان سرلوحه امور زندگی برای خودتان در نظر داشته باشین. و هفت،
کار را به اجزای کوچکتر تقسیم بکنین. ما بعضی وقتا کارهای خیلی کلان را یا ازش میترسیم یا مدیریت کردن نمیتونیم، به همین خاطر فکر میکنیم که دو تربوز را میشه در یک دست گرفت. نه، غیر ممکن هست. وقتی که ما کارها را به اجزای کوچکتر تقسیم میکنیم، راحتتر میتونیم او را انجام بدیم و به پایانش برسانیم. اگر غیر از این باشه، یقینا ما موفق نخواهیم بود. اما برای که به بیشترین بهره‌وری در تقسیم وقت و مدیریت زمان برسیم، چند اصل مهم را باید در نظر داشته باشیم. کارهایی را که باید فوری انجام شوه باید سریعتر انجام بدیم. کارهایی که باید فوری انجام شوه. دو، کار امروز را به فردا واگذار نکنیم. یکی از گپای خیلی کلان هست که از ابو مسلم خراسانی پرسان کردن که دلیل موفقیت چی بوده، گفته کار امروز را به فردا نگذاشتم. یک پند است برای ما و شما. سه، کاری را که میتونه به وسیله خود ما انجام شوه به دیگران واگذار نکنیم. شما میدونید که وقتی که به یک نفر دیگه کار خودتان را واگذار میکنین، پس انتظار از این هم نباید داشته باشیم که کار ما درست و به موقع و مورد پسند و دلخواه ما انجام شوه. چهار، سرعت عمل داشته باشیم ولی شتاب زده عمل نکنیم، چون شتاب زدگی باعث میشه که او کار را درست انجام نتیم، چه بسا که مجبور شویم که همون کار را دوباره از سر شروع بکنیم که وقت ما را هدر خواهد داد. و آخرین مرحله، در هر برهه از زمان تنها به یک کار بپردازیم و از تقسیم وقت میان کارهای بیشمار پرهیز کنیم. پس همون مسئله معروف است که با یک دست چند تربوز را نمیشه گرفت. وقفه کوتاهی داریم، برمیگردیم، با ما همراه باشید. یه بچه تو را میگم او شکر تایی نمی... تو مرا تا تلفن را بده، تلفن را تسکم حالی کمی وقت تا ناق دمی زایی میکنی دینی نمی چی هست مچم در بین اونمو تمام روز مصروف هستی، چرا درس نمیخونی؟ پدر گفتم یک نار گیم میزنم. هیچ نزن، برو کتاب بگی درس را بخون، درس را بخون که آینده تا بسازی. سبا وقت تا ناق زایی نکده ای چیزای ناقی، یه هر چیز وقت داره. باز یک وقت درس که خواندی، باز یک 5 دقیقه اگر کماند یک تفریه کدی باز بزنی نمی میراسی را باز بگی دازسته. حال نه هر وقت درس تا خواندی. کجاست دوگایت؟ ما چون والا پدر واخه بیخی مرا دیوانه کنه. یک دقیقه صبر میای ما ها. برو گفتو کجا برم؟ بره ما خودتا گیم هستم، گیم هم میگم برو. وشکو کامورا وشکو امین او را آخر است آقا. نه بیخی علای خلاص است. وردار وشکو چم چل دفت گفته ایمتون که نمی چی با دردتون میخوره که ناک وقتتون از آیی میکنید امی؟ پایین دقیقه آقا راست میگم. نه رو آخر از خیره بسکو میگم، بسکو تمام روز ما شما اینمی دستک دینمی تیلفونو هستک. بچیم قربان چم وقتتون ناک دینی گیم و دینی بلا بطر از اینی چیزها زایی نکنید، درس بخونین، آینده تانه بسازین. اینمی وقت تان میفهمی میگه وقت کس وقت تلاس چی آقا؟ تلاس آقا زن بگی خیلی وقت مرون بفروش، وقت تزیرون بفروش، از لالای تو چی مون بفروش برای ما زن بگی. زن چراغ خانه 3 اتاق روشن کنیم آقا. حالا ما خود چراغا داریم دیگه، چی ضرورت است بر از رو؟ خو وقت ما را بفروش، وقت را بفروش تلاز دیگه، بخر برای ما زن بگی. حالا ما را به بیدی گفتن میمونین یا نمیمونین به بیدی گفتن؟ خب بگو آقا، منظورم از این نبود که وقت تلاز اک ما بفروشم به شما زن بگیرم. منظورم از این بود که وقت ارزشش قاعده را تلاز، از تلاز کدم بالاست ارزشش. این در وقت ما تو تاله نداریم. خب بی بچیم یک وقت میگه حالا صحیح بگو که چی رقم ارزش داره. ناخ گفته میری آقا وقت ما نمیمونی گیم بزنی. بچه قربانتان شم، حالا شما فکر کنین خب ما چه رقم مثال برازی بودم. حالا اینمی یک آدم که فرض مثال اینمی دقیقه که شما این حال آمدین این دیجه اینمی دقیقه را شما پس پیدا کده میتونین باز همی وقت آمده میتونین؟ چرا نمیتونین؟ پس سبا ده میتونین میم. بی حالا یک نفر که مرد نی؟ یک نفر مرد، فرض مثال خدا ناکده یکی از شما مرد، خدا ناکده
یکی تان مرد، امی یا شما هیچ نیک با اولادای مستی توتای جگر مستی دیده نمیتونم، امی یک نفر مرد سعیس، وقت خودم ناغ زایی کرد سواد نداشت سعیس بیرایی مصرف کرد باز میشه که پس اثر زنده شد و بیاید ایجا و کارایش که مانده و درست که نخوانده و وقت خود که ناغ زایی کرده پس میتونه که او را جبران کنه؟ آقا جان دیگه او کار خداست همون وقت اون مسئله ترکس کارش حالا بان که ما گیم خدا گیم خدا تیم آقا جان وردار ناق از دوانه ما دو نکشی بر تو ناق نمی تلفون ها را سر ما در دیوال نزنین برین درس تانه بخونین وقت تانه ناق زایی نکنین باور کنین سبا روز پشیمان میشین آینده تانه بسازین میگه وقت لاسته باز میگم سودا که یک چهار از طلا هم ارزش داره ارزش بالاسته میگه بگی نه که اتاقای ما خاموش است کلش چراغ نداره ببینه بچه هم بشنوی نکنین نمی کار نکنین نمی وقت داره از خود حال من نمیگم که نمی کارم کنین ولی در وقتش حال وقت درس خواندن است حال وقت درس خواندن است حال درس تانا بخوری باز یک 5 دقیقه که تفریح کردی نمی میراسی را در دست تان بگیری هر چی که میکنین بکنین حال بانه که حال درس تانا بخوانین که سوار روز از میگه خر که از خر پس من گوش بینیش از بریدن است حال مثال بچه های همسایه را سایه که چقدر درس میخوانن چقدر کوشش میکنن میریم اتاق درس میخونه درس میخونه آفرین بری درس بخون بریم بابا جی خود من میفهم که چی میکنه باش تو تلفون نگرفتی؟ ها نه بعد از ساعت دیدم بشنو مثلا زیاوری نکنی در وقتش درس تا بخون در وقتش ایکاره کن خلاص درس بخوان آینده تا بساز از وقتت صحیح استفاده کن غلط استفاده نکن وقت تا ناقدر نده فهمیدی؟ خب پدر بخی برو دیگه تو هم بخون پدر دولیس گروپ نداره یک تا گروپ باورم بگی برو گم که رنگ تا گم که کاغمت می نمیشه لغتت میکنم دولیس گروپ نداره وقت و زمان یکی از ارزشمندترین سرمایه نزد انسان‌ها است و انسان‌هایی که وقت شناس هستند یا ارزش وقت را می‌شناسند مطمئنند که می‌توانند به موفقیت برسند. خوشبختانه مثل همیشه امشبم که مهماندار هستم بانو مرسل کوهستانی را با خود دارم دانشجو هستند البته در رشته ژورنالیسم و خوشحال هستم از حضورشان. امشب میخواییم صحبت هایی داشته باشیم در مورد ارزش وقت ای که مهمانم تا چه اندازه فرد وقت شناس است. اما قبل از اینکه من صحبت ها رو با مهمانم آغاز کنم جداره تشکر کنم از حامی مالی برنامه. شما ایزان اگر میخواین ذهن هوشمند، فکر توانمند و زندگی صحتمند داشته باشین پس نوشیدن انرژی قوی صحی و نفیس پارتی رو فراموش نکنین یک انرژی خوشمزه. مرسل جان خوش آمدی شب بخیر. سلامت باشین یک سلام خدمت شما و تمام بینندگان ما امیدوار هستم سلامت و زنده باشین. قربانتان سلامت باشین. قبل از اینکه برنامه ما لایف شوه و ما بیایم در لایف صحبت کنیم، من روی مهمان مرسل جان چند صحبت داشتیم و مرسل پرسیدم که خب در کدام رشته درس خوندی یا در کدام رشته درس میخوانی؟ سال آخر تست فکر کنم سیوم سال سومت هسته. باز مرسل جان گفت که ژورنالیسم از جمله رشته هایی است که چالش زیاد داره اما در کنار چالش هایش خیلی یک پوانزه دوست داشتنی و قشنگه. بله. چه باعث شد که ژورنالیسم انتخاب کنی مرسل؟ خب نظر و شوق علاقه که از طفولیت داشتم همیشه وقت در پرده تلویزیون میدیدم و وقت دیگه طفلا را سوال بکنی از طفولیت میگن ما میخواییم دکتر شویم، انجینیر شویم. مثلا وقتی که مرا سوال میکن میگفتم ما میخواییم برم تلویزیون ما میخواییم از پشت پرده های تلویزیون هم روی شما صحبت کنم. با ادبیات و کودکانه ایتان میخواستین دیگه که پیامتان را برسانیم بله. اما گفته نمیتونستین میخواییم نتاق شویم. بله میگفتم که من میخوایم که از اونمون جمعای شما گپ بزنم باز یک روز میبینین انشالله روز باشه که من مهمان خودت باشم مرسل جان و شما نتاق باشین اینجا به جای من انشالله که بارزوهایتم برسی انشالله. و من خوشحال میشم که در جامعه ما دختر خانم ها رو واقعا با انگیزه میبینم و از صحبت های دختر خانم هایی که با انگیزه هستن قشنگ صحبت میکنند، پر انرژی صحبت میکنند و برای آینده هایشان پلان و برنامه ریزی دارند واقعا من خودم خوشحال میشم. صبح ساعت چند از خواب بیدار میشه مرسل؟ خب من بعد از این که کوشش میکنم که پیش از 8 بجه امی ورزش و کار خانه و چیزها را تمام کنم
صبح وقت بیدار میشیم، اول نماز است و بعد از او ورزش و صبحانه و چیزا. دقیقا ساعت چند میباشن؟ دقیقا ساعت 5:30. افراد اشخاصی که صبح ها زود بیدار میشن از خواب، شما از جمله افراد هستین که وقت خوب میشناسین، وقت تاین خوب میتونین که مدیریت کنین، یعنی تایم منیجمنت خوب بلد هستین و بدون شک که میتونین به موفقیت هم برسین. مرسل جان، اگر تعریف داشته باشی از خود وقت چی میخوای بگویی؟ به نظر خودم تیک تاک تیک تاک امی وقت است. خب هر کس نزد خودش یک تعریف و دیدگاه نظر به هر موضوع داره. از نظر ما امی لحظه ها و ثانیه هایی که در گذر است، بله. و ما بی خبر هستیم که میره و دیگه نمی آید. این امی وقت است. بعضی از دوستان میگن که وقت طلاست، اما من شخصا خودم با این تعریف کاملا مخالف هستم. زمان ما نمیتونیم بخریم، اما طلا را دقیقا میتونیم به هر قیمتی که باشه خریداری کنیم. پس خوب است که ما از وقت ما استفاده بهینه را کنیم. خودت چقدر وقت شناس هستی و اگر من از خودت خوب بپرسم که چقدر یک فرد وقت شناس هستی و چقدر به وقتت ارزش میدی، خودت ارزیابی کن. خب هر انسان از طفولیت تا جوانی و تا وقتی که میخواد که به خود راه و مسیر تعیین کنه که ما باید در اینی زمان در اینی سن سالم باید در کدام موقعیت ها باشم، از اونمو وقت باید برش وقت ارزشمند باشه. بله. خب منم از جمله مو انسانایی هستم که میخوام در زندگی موفق باشم و به موفقیت برسم و کوشش میکنم که به خود مدیریت زمان درست داشته باشم و پلانای خود در پلانای طویل مدت و کوتاه مدت خود در با مدیریت زمان میخوایم اجرا بکنم. خب انسانایی که میخواین که به موفقیت برسن باید که مدیریت زمان داشته باشن. بله. اگر مدیریت زمان نداشته باشیم شاید که ما بر موفقیت برسیم ولی نمیتونیم پایدار به اوجا باشیم. مدیریت زمان در موفقیت بسیار رول داره. بدون شک. یک فردی که برنامه ریزی مشخص داشته باشه، منظم داشته باشه، برای آینده هایش برنامه ریزی کنه، اما وقت شناس نباشه، میتونه به موفقیت برسه؟ نه خیر. خب طبعا وقتی که موفقیت هم میخوایی که به دست بیاری، خب تو نظر به زمان پیش میری، میگی که ما مدیریت میداشته باشی که ما از اینی تایم به اینی تایم باید در موفقیت خود چی کارها را بکنم. مثلا وقت مطالعه می داشته باشی، وقت ورزش می داشته باشی، همه تایمایت مشخص می باشه و وقت سریعا در قرآن عظیم شان هم خداوند بر عصر قسم داده که حتی در قرآن شریف هم بر ما آمده که زمان چقدر با ارزش است. زمانی که در گذر است ولی اگر استفاده نکنیم او میگذره و ما ایت نمیفهمیم که اگر استفاده مفید نکنیم از او. و باید که همگی مدیریت زمان خود کنترل داشته باشه و در زندگی خود تاکیدن میگم که داشته باشه مدیریت زمان. خودت یک فرد هستی که واقعا وقت شناس هستی و وقتت ارزش میدی. دوستانی که امشب بیننده برنامه ما هستن کدام نکات در نظر بگیرن تا یک فرد وقت شناس باشن یا اگر هستن بیشتر به این نکته توجه کنن؟ خب همی که میخواییم که ما در زندگی به موفقیت برسیم و یک کاره شویم در آینده، خب طبعا که ما برنامه ریزی میداشته باشیم، پلان میداشته باشیم و کدام راه ها را باید پیش بگیریم. ما پلان های ما را در نظر میگیریم و نظر از امو زمان های خود را تعیین میکنیم. مثلا یکی از پلان های دراز مدت داره و میتونه که پلان های خود نظر به سالانه تنظیم کنه که من باید در یک سال باید اینی کارا را بکنم و اینی موفقیت دست پیدا کنم و پلان های کوتاه مدتش که روزانه است و هفتوار است و ماهوار است و ایره جدا باید پیش خود داشته باشه که من باید در اینی ماه در اینی روز باید به اینی موفقیت برسم، به اینی کاری که میخوایم و مفید است باید برسم. تشکر از خودت مرسل جان. خوب است که بریم یک گلاس چای هم بگیریم، چای هم بنوشیم و قصه های خودمانی داشته باشیم. خوب است؟ بفرما عزیز. مرسل جان بیا عزیزم. بفرمایید. این قسمت.
بله، اینم از بخش خودمانی ما که من زیاد شخصا خودم این بخش دوست دارم. مرسل جان، میوه خشک خود طبعا همه ما دوست داریم، بخصوص در ایدها سر دسترخان می باشه به خاطر پذیرایی کردن. خودت از بین میوه خشک کدام میوه خوش داری؟ ما با توت خوب استم. با توت خوب استی امشب؟ میوه زمستانی. میوه زمستانی. خوشبختانه امشب ما توت هم داریم. من چایم برات بندازم. یک گلاس چایم بگی که گلوی تازه شوه. به به، هوا هم که سرد باشه، خانه هم که گرم باشه، یک گلاس چای باشه، چای سبز و سیاه، او دیگه نظر و علاقه خود فرد. توت هم باشه، چارمغز هم باشه، صندلی هم گرم باشه، چقدر کیف میکنه. در خانه چی مانده این صندلی یا بخاری؟ اردوشه. اردوتایش هم مانده این خوب، حتما دیگه اتاق خوب گرم میکنه. گرم. از کارای خانه برای مقصه کچند خواهر برادر هستین و کارای خانه رو چطور تقسیم کردین بینتان؟ خب ما یک خواهر یک برادر هستیم. برادر ما اسمه کرده کوچک است، 9 سال. دیگه اونا خود اوقدر در خانه هم نمی باشن، پیش پدرم زیادتر می باشن. دیگه امو مصروف درس و کورس و نویش است. من از شما خوردتر است. خب خواهر ندارین دیگه مرسل جان خودتان؟ اگر خواهر می داشتین باز مطمئنن که کار خانه بینتان تقسیم می بود. در حال حاضر شاید کل کار خودتان انجام بتین. بله. باز در بین خانواده های سنتی مثل افغانستان این گپ واقعا رایج است. این مورد کل کار خانه بالای خورده خانه است. هر چی کار شوه میگه که تو برو بیار. و به جانو بنده خدا دیگه که از شدت خستگی اگر خدای نخواسته بمیرم کس دل بهش نمی سوزانه. خب گفتی که تو زیاد خوش داری. بعض از دوستا هستن با اینمی میوه خشکم اساسیت دارن. مثلا من اگه توت بگیرم با زبانم یک قسم آبله میکنه، اما دوستش دارم. امشب اتفاقا ما خربوزه خشکم داریم که مطمئنا خیلی خوشمزه است. دوستای خب امشب برنامه ما رو بیننده هستن، مطمئنا دیگه دلشان آب شده. خب در مورد برنامه هایت برای ما بگو، برای آینده ها چی پلان داری؟ خب برنامه های دراز مدت دارم. فعلا خب همگیش کنسل شده و یک طرف مانده، ولی خب نامید نیستم. انشالله که بر از اونام میرسم بخیر تا حالی که رسیدم. انشالله که بر از اونام میرسم. خب بزرگترین آرزوی تا بر ما بگو مرسل. خب بزرگترین آرزو در کشوری به نام افغانستان باشی و بزرگترین آرزویت آرامی نباشه. آرامی و خوشی هموطنهایت نباشه. بزرگترین آرزویم اول صحت و سلامتی همه هموطنهایم و در پالویش آرامی کشورم. آها، خیلی تشکر مرسل جان. خوشحال شدم از اینکه امشب خودت دیدم و صحبتایی که البته در بخش خودمانی داشتیم و چایت هم میتونی که استفاده کنی. من تا چای مایل داره. خیلی تشکر از شما ایزانم که تا این دم با ما بودین. داشته های امشب برنامه ما همین قدر بود که تقدیمتان کردیم. تا دیدار بعد و امشب های بعد. الان نگهدار همه ما.